اگر باز هم موضوعات را که پیشتانگو میماره ما این ریکاردش داریم، اما صفحه فیسبوک پوانتون در حال نشر شدن هست و شکل زنده هر زمان خواسته باشه از اونجا تکرار دیده میتونین. زمنان در یوتیوب چینل ما هم گذاشته خواهد شد و میتونین از اونجا هم بیشتر موضوعات در وارد جورنال هست قبلا نشر شده باشه موضوعات تازه هم خواهد دید. و در مورد انواع عمومی جورنال ها صحبت بکنیم که ما چند نوع جورنال داریم و به نام های چی یاد میشن، آدینس از واقعی هست، کانتنت هایش چی هست. And here we will totally talk about general types of journals, not only scholarly journal, but we have some other type of journal which is important to know about it. In the first row, we have the types. We have four types of journals. The second column is going to show us the audience, content, authors, and the examples of those journals. ما ببینید چند مورد در اینجا داریم. در قسمت بالایی نوشته است که scholarly journal. اینی قسمت. scholarly journal ما با مقالات و جورنال های علمی گفته میشه که عموما بحث ما بالای یعنی بخش خواهد بود. این موضوعات را کوتاه بالای صحبت میکنیم. بعدا همه مباحث ما بالای یعنی بخش جورنال ها میبوده باشه. برای جورنال های علمی audienceش که است. audience we mean who are the readers of this kind of journal. وقتی که ما در مورد audience صحبت میکنیم خواننده ها و کسایی که مراجعه میکنن در این بخش یا در این جورنال ها کیا میبوده باشن. کسایی که در این بخش مراجعه میکنن professionals, scholars, students, specialists in a subject area and experts. بله. کسایی که خواننده جورنال های علمی هستن، افراد اشخاص هستن که دارای رتبه علمی دارن، متخصصین هستن، محققین هستن و افراد اشخاص هستن که در بخش های خاص اکسپرتیز دارن و یا در بخش خاص تخصص دارن و مراجعه میکنن و کدام کانتنت ها را در بر میگیره در این نوع جورنال ها کدام موضوعات نشر میشن. موضوعات از قبیل موضوعاتی که در اینجا نشر میشن They are indeed analysis, reports of original research, discussion of new development in a discipline, yes. The thing is which is important in content, in these kind of journals, the content will be indeed or comprehensive. موضوعاتی که در جورنال های علمی مورد بحث قرار میگیره و یا عناوینی که در اونجا شامل میشه بسیار جامع بوده باشه و دقیق بوده باشه، بتانه یک تحقیق خالص را اورجینال را بر ما ارائه بکنه و در مورد تحولات تغییرات علمی و دیگه موضوع صحبت کرده بتانه. authors یعنی نویسنده های این بخش کیا بوده میتانه؟ The authors can be scholars, researchers, experts and people who have expertise in a particular part. و کسایی که در یک بخش خاص تخصص داشته باشن قبلا در مورد تحقیق بفهمن، استادای پوهنتون بوده باشن، محققین بوده باشن، بیشتر در این نوع جورنال ها مقالات خود را به نشر می رسانند. We have some examples of those journals. They are New England Journal of Medicine, which publishes articles in medicine area. ما مثال هایی هم در اینجا یک دو مثال جورنال را آورده. دیگه what is trade journal? Trade journal means business journal. ما در مورد جورنال های تجارتی صحبت میکنیم، جورنال های را به عنوان تجارتی هم داریم. And who are the audience of trade journals? The audience are practitioners in a particular trade, profession and industry. کسایی که خواننده این بخش یا این جورنال ها هستن افراد اشخاص هستن که شاغل در مسلک می بوده باشن، در صنعت، در حرفه، در تجارت شامل بوده باشن یا تجارت را دارا بوده باشن، این نوع جورنال ها را بیشتر میخونن و کدام کانتنت ها، کدام معنایی و کدام موضوع در این نوع جورنال ها نشر میشن. در این نوع جورنال ها بیشتر اخبار، ترند، موضوعاتی که مرتبط با تجارت و صنعت و حرفه هست در اینجا نشر میشن و آتورز کیا هستن، نویسنده های این نوع جورنال ها کیا بوده میتونن، میتونن استاف رایترز، کسایی که در یک شرکت یا در بخش تجارت کارمند هستن تحقیق میکنن یا مقالات را نوشته میکنن
و یا کسایی که حرفه دارن و کسایی که در بخش تجارت تجارب دارن یا تحقیق کردن و بیشتر مقالات در این بخش ارائه میکنن. با مثالاش هم در این جمع داریم مانند بیلبوردی نامای تعداد از ژورنال های تجارتی ما هست. نو سوم ژورنال ما پاپیولر ماگزین که مجلات علمی بخش عمومی هست که ما در مورد ماگزین ها قبلا شنیدیم. ماگزین با نیوزپیپر تقریبا موضوعاتش مشابه هست. کسایی که آدینس هستند در نیوزپیپر و پاپیولر ماگزین کیا هستند؟ افراد اشخاص هستند که ببخشید کسایی که آدینس هستند یا کسایی که میخوانند کیا میخوانند؟ جنرال پابلک without a technical expertise in both journals they are we are talking about those people who haven't any expertise in a technical part but they are in public. مردمایی که در یک بخش خاص تخصص ندارن و عمومی هستن و مردمای عوام هستن، هر کسی که بوده باشه و میتونن بیشتر با موضوعات عمومی سرکار داشته باشن، اخبار را ببینن، بخونن، این موضوعات هست. کدام کانتنت ها، کدام عناوین را پاپیولر ماگزین و نیوزپیپر ما میداشته باشن، ارزش تقریبا موضوعات مشابهی را میداشته باشن در اینجا نشر میشه. The popular magazine will publish some current events, feature stories, reviews, editorials, entertainment, and so on topics. و مگزین ها همچنان اخبار ها موضوعات از قبیل واقعات می بوده باشد، موضوعات داستانی هست، مروری هست، یا نظریات هست، سرگرمی ها هست، اخبار ورزشی هست، اخبار هستیاره شامل می بوده باشد. Here I should mention we are talking about both issues, the newspaper and popular magazine. ما در مورد هر دویش همزمان صحبت کرده رایستان تا این که موضوعاتش نزدیک است از این موضوع زودتر بگذاریم. دیگه آتور نویسنداش کیا می بوده باشه در مگزین بیشتر تفاوتش در اینجا هست. در مگزین staff or freelance writer, writers will write and publish their topics, articles in these kind of journals. But in newspaper, journalists mostly publish their news, their articles, and sometimes they are going to copy by getting their permission of other media, and they are going to publish those published articles. بعضی اوقات خب کسایی که نویسنده هستن بیشتر کسایی که در مگزین کار میکنن وظیفه دارن و کسایی که فریلنس رایتر هستن. فریلنس رایتر بر افراد اشخاص گفته میشه که به شکل آزاد یا نویسنده آزاد نوشته های خود داشته باشند و در این نوع ژورنال ها به نشر می رسند. و در بخش اخبار بیشتر کسایی که نویسنده هستند، ژورنالیست ها هستند و بعضی اوقات بعضی موضوعاتی که از یک میدیا نشر می شود و با گرفتن اجازهش میدیای دیگه هم نشر می کنند، همچنین موضوعات هم موجوده می کنند. با مثالاش هم در مگزین مثلا تایم هست، بزنس ویک هست و در نیوزپیپر ما در نیویورک تایمز داریم همچون موضوعات را می داشته باشیم.